گزارش جالب بود از گزارشگر برنامه همایون افغان که تقدیم ما شما کرد. خدا کنه که شما عزیزا هم از تماشای گزارش لذت برده باشید. و اگر شما عزیزا هم میخواین که این گزارش ها را دوباره تماشا بکنین، کافی است که بپیوندین همین لحظه به چینل یوتیوب شبکه جهانی آریانا. چینل یوتیوب ما را سابسکرایب بکنین، با دوستایتان شریک بکنین و برنامه های مختلف و به خصوص گزارش های همایون افغان را تماشا بکنین. بله، همچنان مصاحبه های ما که در برنامه صبح زندگی داریم میتونین که از طریق چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا شما عزیزان تماشا کنین و همچنان برنامه خیلی خوبی دیگه که همکارای ما بر چینل یوتیوب تلویزیون آریانا در نظر گرفتن. و ناگفته نمونم مهمانای خیلی عزیزی را امروز با خود میداشته باشیم که در ارتباط با موضوعات مختلف و همچنان موضوع برنامه صحبت خیلی خوبشون همراه ما شریک میسازن و همچنان دکتر سب قیس نیکزاد متخصص امروز داخل هم همراه ما میباشن که در ارتباط با زردی سیاه میخواین صحبت کنن که اکثریت وقتی نام زردی سیاه را میشنون خیلی میترسن. من واقعا خیلی میترسم و اینکه بفهمیم واقعا زردی سیاه چی است و عواملش چی هست، نشانه هایش چی است و چگونه پیدا میشه و یک شخص مصاب میسازه، همه گپایی است که از دکتر صاحب ما میداشته باشیم بر شما ایزا. بله روی جان، در این لحظات برنامه هم دکتر صاحب محترم قیس نیکزاد متخصص امراض داخل روی خط اسکای با ما پیوستن و در رابطه با زردی سیاه که یکی از امراض خیلی خطرناک هست و سالانه تعداد زیاد از مردم در اثر مبتلا شدن به زردی سیاه جانشان را از دست میتن صحبت میکنیم. بله دقیقاً، و ما واقعا باید وقتی که اندکترین مشکل در وجود خود ما احساس میکنیم و همچنان فکر میکنیم که صحت ما قدر خوب نیست، دفعتا باید پیش دکتر صاحب مراجعه کنیم و یک چکاپ عمومی ما داشته باشیم، حداقل 6 ماه بعد 7 ماه بعد یک بار، تا که مطمئن شیم که ما صحتمند هستیم. و مشکل زردی سیاه که واقعا همه گی وقتی اسمش هم بشنون خیلی میترسن و خیلی از موضوعات مهمی را در بر شاد بگیره که ما چرا مصاب میشیم به زردی سیاه و علتش چی است، آیا ارثی می باشه یا خیر، آیا اگر یک نفر مبتلا به زردی سیاه باشه در یک خانه حضور داشته باشه دیگران هم مصاب میسازه، همه گپایی است که ما از دکتر صاحب همراه شما ایزان شریک میسازیم. پس اگر میخوای معلومات کلی تر دریافت کنید همین لحظه ما میریم به طرف دکتر صاحب و صحبت خوبشان بر شما ایزان می داشته باشیم. رستم بریم به طرف مهمان که مهمان منتظر. دقیقاً روی جان، همین لحظه دکتر صاحب با ما پیوستن. سلام صبح شما بخیر دکتر صاحب عزیز، خیلی خوش آمدید به صبح ها زندگی. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت تمام دستندرکاران عزیز برنامه تان و تمام هموطنانی که در افغانستان و در بیرون از افغانستان بیننده برنامه زیبای شما دو جوان هستند. امیدوار هستم از گزند روزگار در امان باشین و در سایه رحمت پروردگار به زندگی مملوس خوشیتون بپردازین. جان بسیار تشکر، سلامت باشین. ما هم خوشحال هستیم از اینکه شما را باز هم در برنامه با خود داریم و روی یکی از امروز بسیار خطرناک و شایع صحبت میکنین، زردی سیاه. قبل از اینکه در رابطه با نشانه های عمده زردی سیاه معلومات را از شما داشته باشیم، خوب است بگوین که زردی سیاه چگونه یک مرض ویروسی است؟ خب بعض از ویروس های مشخص وجود داره که تظاهرات سیستمیک می داشته باشند، ولی در پهلوی تظاهرات سیستمیک بعض از اعضای مشخص را بیشتر از دیگر اعضای بدن موقوف می کنند. یک از جمله ویروس ها عبارت از هپاتایتیس بی هست. خب بیننده عزیز، فکر کنم که مشکل اینترنت به وجود آمده بود و ما نتانستیم که صدای دکتر صاحب را بهتر در برنامه داشته باشیم. بعض اوقات اینترنت کلن ضعیف میشه و سبب میشه که تماس مهمانای عزیز برنامه ما کلن قطع شده یا هم صدای یا تصویرشان مشکل ایجاد بکنه. به هر صورت امیدوار هستیم که این مشکل تکنیکی حل شده و همکاران عزیز ما دوباره دکتر صاحب را در برنامه وصل بسازن. واقعا زردی سیاه یکی از امراض ویروسی خیلی خیلی خطرناک و ساری است که بیشتر از طریق خون انتقال میکنه از یک فرد به فرد دیگه که کاملا سالم است. ولی خیلی راحت ما با در نظر داشت شرایط حفظ صحوی و وقایوی میتونیم که از مصاب شدن به زردی سیاه پیشگیری بکنیم. و حالا تماس دکتر صاحب دوباره به برنامه وصل شده و ادامه صحبت شده می داشته باشیم. دکتر صاحب ادامه صحبت شما می داشته باشیم. گفتم بعض از ویروس های مشخص هست که به پلوی از اینکه تظاهرات سیستمیک می داشته باشه امکان داره بعض اعضای بدن را متبارستر از دیگر جای معروف کنه. از اون جمله یکی عبارت از هپاتایتیس بی هست. هپاتایتیس بی یکی از جمله ویروس های است که بسیار
میل داره که یک سلسله تخریبات و آسیب. متاسفانه بازم مشکل حل نشد و بازم مشکلی که قبلا پیدا شده بود در قسمت صدا به وجود آمد. خب بازم قلبا تشکر میکنم از دکتر صاحب عزیز از اینکه بر ما فرصت دادن و در برنامه با ما هستن و اگر این مشکل حل شد ادامه صحبتشون حتما خواد داشتیم. پس خوب است که شما عزیزا هم نکات مهم صحبت های دکتر صاحب را یادداشت بکنین، در زندگیتان تطبیق بکنین تا حداقل از مبتلا شدن به زردی سیاه خودتان را حفظ بکنین. و افراد که مصاب هستند فعلا به زردی سیاه دارای کدام نشانه ها می باشند و ما چطور میتونیم که تشخیص بدیم که حداقل اونا مصاب هستند در صورتی که خودشان نگویند و تا چی حد باید کوشش بکنیم از اونا فاصله داشته باشیم؟ آیا فاصله گرفتن راه حل منطقی هست یا خیر؟ از دکتر صاحب خواهد شنیدیم. سلام و صبح بخیر باز هم دارم خدمت دکتر صاحب. انشالله که مشکل صدا حل شده باشه و ما بتونیم صحبت هایتون این بار در برنامه بهتر داشته باشیم. صدای ما رو دارین دکتر صاحب؟ بله، صدای شما رو من کاملا واضح دارم. من که مشکل در چی است که صدای منم اینترنت بسیار خوب، صدای شما بهتر شد نسبت به قبل. بازم ادامه صحبت هایتان بشنویم. قرار که شما فرمودین به صورت عموم این ویروس با سه راهکار عمده امکان داره از یک فرد به فرد دیگه انتقال کنه. یکی از جمله عوامل عمده که باعث انتقال ویروس از یک فرد به فرد دیگه میشه عبارت از تماس خون و محصولات خون ملوث هست. یعنی به اساس هر نوع مشکلی که باشد در صورتی که ما با خون فرد ملوث کسی که مصاب زردی سیاه است به تماس بیاییم و یا با محصولات خون از او به تماس بیاییم، از این طریقه امکان داره ویروس از یک فرد منتن به فرد سالم انتقال کنه. شیوه دوم انتقالی که خیلی معمول هست مقاربت های جنسی نامسئول است، خصوصا کسایی که چندین شریک جنسی نداشته باشند امکان داره ویروس از طریق مقاربت های جنسی نامسئول از یک فرد به فرد دیگه انتقال کنه. و در این حال ویروس زردی سیاه یا هپاتیتیس بی امکان دارد در هنگام متاسفانه باز هم در جریان صحبت های دکتر صاحب مشکل پیدا شد. خب بیننده عزیز امیدوار هستم که شما عزیزا هم بخش های بعدی برنامه را تماشا بکنین و منتظر باشین که بهترین ها را بازم در صبح و زندگی تقدیم شما خواهد کردیم. فعلا وقفه داریم. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.